در این شماره از بسته اخبار بین‌الملل ایسنا خبرهایی از تنش در روابط لبنان با عربستان و امارات، برگزاری نخستین نشست حضوری گروه 20 پس از همه‌گیری کرونا، پنهان سازی اطلاعات مربوط به افغانستان توسط آمریکا و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 8 آبان شمار مبتلایین کرونا در جهان از 246 میلیون و 900 هزار نفر عبور کرد و تعداد جان باختگان به 5 میلیون و 10 هزار نفر نزدیک شد. تا کنون حدود 223 میلیون و 700 هزار نفر از این بیماری بهبود یافتند. هند که برای مدتی طولانی شاهد روند کاهشی فوتی‌های خود بود، دوباره با افزایش قابل توجه فوتی‌های روزانه روبرو شده است. در روسیه نیز شمار مبتلایین روزانه برای نخستین بار از مرز 40 هزار نفر عبور کرد. تعداد فوتی‌های این کشور نیز به 1200 نفر در روز نزدیک شده است. از سوی دیگر آرژانتین توانست شمار فوتی‌های خود را به کمتر از 50 هزار نفر در روز کاهش دهد. در ژاپن نیز تعداد فوتی‌های روزانه تک رقمی شده است. آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا در گزارش جدید از احتمال مشخص نشدن منشأ کرونا خبر دادند. این گزارش در این حال ادعای ظهور ویروس کرونا به عنوان یک سلاح بیولوژیک را رد کرده است. از سوی دیگر، پس از آنکه سازمان غذا و داروی این کشور استفاده از دوز متناسب با کودکان 5 تا 11 ساله را مورد تایید قرار داد، به زودی واکسیناسیون این گروه سنی به وسیله واکسن فایزر آغاز خواهد شد. تنش در روابط لبنان با عربستان و امارات. عربستان سعودی و امارات به دلیل آنچه که توهین یکی از وزرای لبنانی به این کشورها عنوان شده، دستور خروج سفرای لبنان از کشورشان را صادر کردند. مقامات عربستان همچنین ورود تمام کالاها از مبدأ لبنان به این دو کشور را ممنوع کردند. چندی پیش جورج قرداهی وزیر اطلاع رسانی لبنان در زمان صحبت درباره جنگ یمن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را متجاوز نامیده بود. اظهاراتی که خشم مقامات سعودی و اماراتی را در پی داشت. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان اعلام کرده است که این وزیر مصاحبه یا چده را پیش از وزیر شدن انجام داده و اظهاراتش بیانگر نظر دولت نیست. نخستین اجلاس حضوری رهبران کشورهای عضو گروه 20 پس از همه‌گیری کرونا روز شنبه در روم آغاز شد و امروز یک شنبه به پایان می‌رسد. احیای اقتصاد جهانی پس از همه‌گیری کرونا از محورهای اصلی این اجلاس است. در حاشیه این اجلاس، رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه برای نخستین بار پس از بحران زیردریایی‌ها با یکدیگر دیدار کردند. حدود یک ماه قبل، آمریکا و انگلستان با امضای قرارداد تجهیز استرالیا به زیردریایی‌های هسته‌ای، قرارداد پیشین ساخت زیردریایی میان استرالیا و فرانسه را باطل کردند. اقدامی که باعث تنش دیپلماتیک میان پاریس و واشنگتن شد. در این دیدار همچنین جو بایدن و ایمانوئل مکرون بر لزوم اطمینان یافتن از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. پنهانسازی اطلاعات مربوط به افغانستان توسط آمریکا. جان سوبکو بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، وزارت‌های امور خارجه و دفاع این کشور را به پنهانسازی اطلاعات مربوط به چگونگی فروپاشی دولت و ارتش سابق افغانستان و خروج بی‌نظم نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان متهم کرد. طبق اعلام این مقام آمریکایی، این دو وزارتخانه با محدودسازی اطلاعات مانع آگاهی مردم و قانونگذاران از روند سقوط دولت افغانستان و چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شدند. آمادگی نخست وزیر برکنار شده سودان برای مبارزه با ارتش. عبدالله همدوک نخست وزیر سودان که پس از کودتای اخیر ارتش این کشور برکنار شد، از آمادگی خود برای مذاکره با کودتاچیان برای تشکیل دولت جدید خبر داد. او گفته است این مذاکره در صورت بازگشت شرایط به وضعیت پیش از کودتا و آزادی تمام مقامات بازداشت شده انجام می شود. همچنین گزارش ها از همکاری آمریکا با امارات برای معامله با رهبران کودتا و بازگرداندن نخست وزیر برکنار شده به پست خود حکایت دارد. در این میان صدور فراخوان برای اعتصاب سراسری در سودان و حضور گسترده مردم در تظاهرات علیه کودتای ارتش همچنان ادامه دارد. تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران. وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم‌های جدیدی علیه اشخاص و نهادهای مرتبط با ایران خبر داد. در تحریم‌های جدید نام 4 فرد و 2 نهاد ایرانی به چشم می‌خورد که به اتهام مشارکت در صنعت پهپادی ایران تحریم شدند. پس از این تحریم‌ها آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد از تمام ابزارها برای جلوگیری از توسعه فناوری پهپادهای ایران استفاده خواهیم کرد.
موضع ارمنستان درباره اظهارات رئیس جمهور آذربایجان. دفتر دادستانی ارمنستان اعلام کرد اتهامات اخیر الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان برای بی‌اعتبار کردن ایران و ارمنستان بوده است. علیوف اخیراً مدعی شده بود ایران و ارمنستان سالها از خاک قره‌باغ برای قاچاق مواد مخدر به اروپا استفاده می‌کردند. ادعایی که از سوی مقامات ایران و ارمنستان تکذیب شد.